ها در این وزارت از نشست منطقه‌ای با اشتراک برخی کشورهای آسیایی در کابل خبر داد. جانان موسوزه سخنگوی وزارت خارجه میگویند مهمترین موضوعی مورد بحث در کنفرانس استانبول تشریح همکاری ها برای تأمین امنیت در منطقه، بهبودی روابط تجارتی، ترانزیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. انتظار و توقع دولت افغانستان از کنفرانس استانبول تصمیم گیری های عملی در راستای اعتماد سازی لازم و تشدید همکاری های عملی کشورهای قلب آسیا در راستای بهبود امنیت در سر تا سر منطقه می باشه، که البته تمام این موضوع شرط لازمی توسعه و گسترش روابط تجارتی، ترانزیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان و دولت‌های منطقه قلب آسیا می‌ماند. کنفرانس استانبول در حالی برگزار می‌شود که وزارت امور خارجه از نتایج کنفرانس‌های قبلی چندان رضایت ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که در طول 10 سال گذشته کنفرانس‌ها و سمینارهای زیادی در رابطه با موضوع افغانستان برگزار شده است، اما تاکنون نتایج ملموسی در قبال نداشته است. در 10 سال گذشته نشست‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارهای کثیر در رابطه با بهبود همکاری ها در سطوح مختلف در این منطقه صورت گرفته، اما چون تمرکز کافی بالای تشدید همکاری های امنیتی و ایجاد فضای اعتماد بهتر صورت نگرفته، متاسفانه اون کنفرانس ها و نشست ها به نتایج ملموس منتج نشده. در همین حال وزارت امور خارجه هشدار می‌دهد که اگر کشورهای منطقه در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ناموفق باشد، آینده همکاری‌های منطقه‌ای با مشکلات مواجه خواهد شد. اگرچه سخنگوی وزارت امور خارجه مشخصاً با این مشکلات اشاره نکرد، اما اظهارات او تلویحا می‌رساند که اگر کنفرانس استانبول با نتایج ملموس همراه نباشد، در رابط افغانستان و پاکستان تجری نظر خواهد شد. دولت افغانستان به این باور است که اگر ما نتوانیم در راستای تقویت و تشدید همکاری‌های کشورهای منطقه در راستای تامین امنیت و اعتمادسازی بحث ها و گفتگوهای جدی بکنیم و با تصامیمی که منتج به نتایج ملموس شود نرسیم، آینده همکاری های منطقوی را که یک پیش شرط اساسی برای تامین امنیت صلح و ثبات در منطقه و پیش شرط اقتصادی منطقه است، ممکن با مشکلات مواجه بسازه. کنفرانس استانبول به تاریخ 2 نوامبر سال جاری در شهر استانبول به میزبانی کشور ترکیه برگزار می شود. در این کنفرانس کشورهای همسایه افغانستان به شمول برخی کشورهای منطقه اشتراک خواهند کرد. اعتصاب غذایی سیمین بارکزای عضو رد صلاحیت شده مجلس نمایندگان وارد 8 روز خود شد. فعالان حقوق زن از نهادهای حقوق بشر و دفتر سازمان ملل متحد به دلیل سکوت در مورد قضیه اعتصاب غذایی خانم بارکزای انتقاد میکنند. خانم بارکزای خواهان بررسی دوباره دوسیه انتخاباتیش از سوی نهادهای مستقل است. بانو بارکزای از روز یکشنبه گذشته در اعتراض به فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر حذف نامش از لیست مجلس نمایندگان دست به اعتصاب غذایی زده است. محمد تقی رضایی گزارش می‌دهد. 8 روز از اعتصاب غذایی سیمین بارکزای گذشت. بانو بارکزای از روز یکشنبه گذشته در اعتراض به فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر حذف نام او از لیست مجلس نمایندگان دست به اعتصاب غذایی زده است. بانو بارکزای امروز یکشنبه 17 میزان سخن گفتن نمیتوانست و اطرافیان او به شدت نگران وضعیت صحی او هستند. در همین حال فعالان حقوق زن از نهادهای حقوق بشر، دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق زن به دلیل سکوت در مورد قضیه اعتصاب خانم بارکزای انتقاد میکنند. در تاریخ افغانستان دفعه اول است که یک زن دست به اعتصاب میزنه و هیچ کس به این شکل درستی که باید از این پیگیری میکرد و تعقیب میکرد و پوشش میگشت. کول خود خانمایی که در پارلمان بودن بین از اینها یک همکاری وجود نداره، یک ماهنگی دیگه. تمام نهادهای جامعه مدنی که مخصوصا زنها در او کار میکنن باید که از قوت قدرت خود کار میکنن. سازمان حقوق بشر که از مستقل بودن خود گپ میزنه چی کرده تانست در نمی 8 روز؟ و دیگه چیزی که بسیار مهمه، جامعه بین الملل مخصوصا یونما
این مسئولیت یونما بود، این مسئولیت سفارتخانه است که در هر چیز که داخل گپ ها میشن یا مثلا بر خود اجازه میتن که مداخله کنن، یک موضوع بسیار مهم بود برای زنا، بسیار یک پشتیبانی که جامعه جهانی اگر مثلا این حمایت نکنه. یونما تا بالا یک تشریف ناورده نمایندهش یک کسش. و طریقه و روندی را که خانم ها امروز اتخاذ کرده یک طریقه بسیار مدنی هست. امروز هیچ کسی اینجا زجر نمیبره بغیر از خودی خانم. 8 روز است نه تنها که خانم نان نخورده، حتی عوام نگرفتند. گرچه در اعتصاب گرفتن هاو مجاز است، یعنی میتونن کسی هاو بگیرن. بدبختانه من نمیفهمم که چرا 4 طرف همه خاموش هستند. هیچ کس نمیخواین که به گوش کسی که ضعیف به نظرشان میاین گوش بتن. خانم بارکزای خواهان بررسی دوباره دوسیه انتخاباتی خودش از سوی نهادهای مستقل است. شمار از فعالان حقوق زن نگرانند که اگر به خواسته های سیمین بارکزای رسیدگی نشود، او جانش را از دست خواهد داد. همچنان فعالان حقوق زن خواهان مداخله رئیس جمهور برای پایان دادن اعتصاب خانم بارکزای شدند. خانم بارکزای با 8 تن دیگر از اعضای مجلس نمایندگان در آخرین فیصله کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت شدند. ایمل فیضی به عنوان رئیس مطبوعات و سخنگوی ریاست جمهوری انتخاب شد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است آقای فیضی که پیش از این سمت غیر رسمی داشت، بر اساس حکم رئیس جمهور رسما به این وظیفه منصوب شده است. ایمل فیضی در قندهار متولد شده و تحصیلات عالیش را در بخش ژورنالیسم و علوم سیاسی در فرانسه به پایان رسانده است. پیش از آقای فیضی، وحید عمر به حیث سخنگوی ریاست جمهوری ایفای وظیفه میکرد که به دلیل نامعلوم از وظیفهش استعفا داد. رئیس پست کشور میگوید به فرهنگ نامنویسی در کشور باید بیشتر توجه صورت گیرد. و این گفته را همزمان با روز جهانی پست 9 اکتبر برابر با 17 میزان بیان کرد. افغانستان و تقریبا تمامی کشورهای جهان امروز عضو اتحادیه پست جهانی هستند. خدمات پستی یکی از کهنه‌ترین و گسترده‌ترین نوع ابزار ارتباطی میان مردمان جهان است. اتحادیه جهانی پست UPU در سال 1874 با هدف توسعه پست در سطح جهان در کشور سوئیس تأسیس شد. حسین پیام با گزارش در این زمینه. در افغانستان ارتباطات نوین پستی برای اولین بار در زمان امیر شیرعلی خان دهه 1860 میلادی به وجود آمد. اولین مجموعه تیکت‌های پستی افغانستان که به کله شیر معروف بود نیز در همین زمان به ارزش یک شاهی و یک سنار به چاپ رسید. با روی کار آمدن حکومت عبدالرحمن خان فعالیت پست پس از توقف چند ساله دوباره به جریان افتاد. در این زمان یک پستخانه مرکزی در جنوب ارگ کابل راه اندازی شد که ارسال نامه از آنجا انجام می شد. ارسال نامه و خارج از افغانستان یکی از کارهای مهمی بود که در این زمان صورت گرفت. اما در افغانستان پست در چند دهه اخیر با روی کار آمدن ارتباطات الکترونیک مشکلات فراوانی را در خود دیده است. ما مشکلات پستی افغانستان را به دو بخش تقسیم میکنیم. یکی مشکلات عمده و عمومی است که در سطح جهان است. در بخش پست که اون مشکلات عبارت است رقابت در ساحه سکتور ارتباطات است و ایجاد سهولت های جدیدی که در بخش تکنولوژی معلوماتی ایجاد شده در مارکت ارتباطات، این خودش یک چالش یا یک مشکل است برای ادارات پست که بقایشان در تقریبا مورد سوال قرار داده. در قسمت چالش های پستی که در افغانستان اگر ما اشاره بکنیم، این است که ما فعلا در افغانستان مشکل عمده‌ای که در بخش پست داریم مشکل آدرس نویسی است که